اصلا تلقین معنا نداره. اینکه در این موارد مختلف ما حالا تلقین آمد و القاعات ذهنی که یک فرد به خودش مطرح میکنه، اینها هم باید واقعی اتفاق بیفته. تلقین اصلا فکر نکنیم که یک القاء ذهنی است که منشأ واقعی هم نداشته باشه، اصلا هم چیزی نیست. مثلا تو این کتاب‌های نویسندگان درجه 3 و 4 امریکایی که ترجمه هم میشه، ماشاءالله تو بازار کتاب ما هم بسیار پرمصرفه، میان میگن که آره مثلا تو برو هر روز جلو آینه بگو من چقدر خوشقیافم، خوشقیافه میشی. آخه عزیز من، یا من چقدر ثروتمندم، ثروتمند میشی. ببینید یک فرد باید به آگاهی برسه و بعد بتونید سوی خودش القا بکنه. همونطور که ما الان تو همین کلاس، من جلسه اول نیومدم با تکنیک شروع کنم، جلسه اول اومدم آگاهی ارائه کردم که آقا ما اصلا داریم در مورد چی حرف میزنیم. یعنی ابتدا ما گفتیم استراب با ترس فرق میکنه. من باید به عنوان یک انسان بفهمم که استراب منشأ بیرونی و واقعی نداره، هرچی هست در منه. حالا که در منه، بنده بتوانم تو خودم با توجه به درونیاتم، وجودم، ذهنم، روانم، فکرم برش غلبه بکنم و مشکلش حل بکنم. پس تلقین و نگاه اونجوری بهش نباید داشته باشید. حتی ما وقتی میگیم که یک انسان به خودش تلقین بکنه که و به خودش اعتماد به نفس بده و به باور برسه نسبت به توانایی‌هاش، من معتقدم ابتدا باید توانایی‌هاشو درک کنه. اول بفهمه که توانایی‌هایی داره، بعد اونها رو به خودش گوشزد کنه. نه اینکه بنده همینجوری بدون هیچ گونه پایه و اساسی بیام یه چیزی رو در خودم هی بخوام ایجاد بکنم، به وجود بیارم. نخیر، این اصلا نشونه. آگاهی شرط اول، همیشه همه جا دانایی باید ایجاد بشه و بعد حالا بقیه موارد وجود.